کانال موسبز رو لطفاً سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و ویدیو رو لایک کن و پیج موسبز رو در اینستاگرام دنبال کن. در این ویدیو با موسبز همراه باشید تا آنباکس و آموزش کاشت زعفران رو با ما مشاهده کنید از پیج اسپانسر خوبمون دهکده کو. به نام پروردگار عالمیان، موسبز تقدیم میکند. توی این موشو ما یه بسته عالی دریافت کردیم از پیج فوق‌العاده دهکده کو که کارشون کاشت زعفران هست و آموزش‌های لازمه رو به ما میدن و برای ما یه بسته ارسال کردن که آموزش کاشت زعفران رو به شما عزیزان یاد بدیم و توی این ویدیو هم آنباکس داریم و هم آموزش. راستی اگه میخواید پیاز زعفران تهیه کنید زودتر بجنبید، چون پیازهای زعفران رو تقریبا از اواخر مرداد ماه میشه تهیه کرد تا اواسط مهر ماه، بعضی جا هم تا اواخر شهریور، چون که خواب پیاز زعفران هست و به غیر از این نمیتونید تهیه کنید، چون به غیر از این گیاهان پیاسا زنده هستن و نمیشه انتقالشون داد و زمانی که الان میتونید تهیه کنید الان خوبه و تقریبا تا اواخر شهریور وقت دارید. بریم برای آنباکس. دوستان عزیز، ما اینجا یه بسته‌بندی فوق‌العاده داریم از پیج دهکده کو. اینا پیازهای زعفران هستن، اینم کارت خودشونه و میخواستم یه دوربین اینجا این بالا رو تنظیم کنم که نشونتون بدم، ولی خب نمیشد چون که دوربین توی فریم میافتاد. اما خب توی فریم های بعدی با ما همراه هستید، از این بالا نگاه میکنید همه چیزو، این کارتون رو بذارید کنار. مرسی از آقای فلافر عزیز و اینکه این بسته رو برای ما فرستادن تا بتونیم این آموزش رو ضبط کنیم برای شما عزیزان. دوستان عزیز، در ادامه با ما همراه باشید تا آموزش کاشت پیاز زعفران رو براتون توضیح بدیم. خب بریم برای کاشتن پیازهای زعفران. لوازمی که نیاز داریم: پیاز زعفران، پلیت برای زهکشی، گلدون مناسب برای کاشت زعفران، خاک مورد نیاز واسه کاشت زعفران و بیلچه. خب حالا اومدیم لوازم مورد نیازمون هم اینجا داریم. پلیت برای زهکشی میتونید از سنگریزه‌های قاشقوشی شده و تمیز یا لیکاپون یا کوکی‌های صنعتی استفاده کنید برای زهکشی کف گلدون. گلدون هم برای این بلند در نظر گرفتم، گلدون 30 سانتی است، به خاطر اینکه پیازهای زعفران تقریبا توی عمق 15 سانتی متری کاشته میشن و این عمق مناسب کاشت زعفران هست، نه کمتر و نه بیشتر. پس ما هم اینجا یه گلدونی رو در نظر گرفتیم که عمق مورد نیاز ما رو بتونه تامین کنه. اول زهکشی میکنیم، یه لایه خاک میذاریم و بعد میریم سراغ کاشت زعفران ها که در ادامه با ما همراه باشید که این کار رو انجام بدیم با هم دیگه. خب در این قسمت ویدیو ما دوربین رو به سمت بالا آوردیم که شما عزیزان هم بتونید مشاهده کنید. در این قسمت ما از پرلیت استفاده میکنیم برای تأمین زهکش مورد نیاز پیاز زعفران. پرلیت های بسته بندی شده مخصوص پیج ما رو میتونید با قیمت خیلی مناسب و کیفیت بالا از دایرکت سفارش بدید. به غیر از انواع پرلیت، محصولات دیگه هم توی شاپ موسبز موجود هستن، مثل سبوس برنج و همین خاکی که برای کاشت پیاز زعفران استفاده میکنیم. ابتدا لایه از خاک رو روی لایه زهکشمون میگذاریم که بتونیم پیاز زعفران رو بعدش بکاریم. توضیحات لازمه رو در ادامه ویدیو با دقت گوش بدید. در مورد پیاز زعفران ها خیلی دقت کنید که با کیفیت باشه و از یه پیج خیلی معتبر و با کیفیت بالا تهیه کنید. پیاز زعفران رو بیرون بیارید و پوشال های اطرافش رو جدا کنید تا جایی که امکان داره، بدون اینکه به پیاز صدمه بزنید. بعد قسمت تحتانی و بالای پیاز رو در نظر بگیرید. دقت داشته باشید پیاز رو سر و ته نکارید. این شکلی که الان براتون توضیح دادم درست کاشتن پیاز زعفران هست. دقت داشته باشید که پیازهایی که انتخاب میکنید کاملا سالم باشن، خوردگی یا ضرب دیدگی یا هر گونه خرابی نداشته باشن. با جدا کردن پوشال ها از سلامت پیازها مطمئن میشید. بالای پیازها یک حالت نوک‌تیزی داره و پایین پیازها یک حالت تختی داره که از سر و ته بودن پیاز میتونید در کاشته شدن اجتناب کنید و قسمت درست پیاز رو بکارید.
اگه کشت زعفران براتون فقط جنبه زینتی داشته باشه میتونید با فاصله 2 سانتی متری بکارید، اما اگه میخواید پیازها رو تکثیر کنید فاصله 4 سانتی متری فاصله خوبی است برای تکثیر پیازهای زعفران. ترکیب خاکی که برای پیاز زعفران ها استفاده کردیم از پلیت، سبوس برنج، کمی پلیت دانه‌شکری، کمی ماسه برای اطمینان از زهکش عالی و زهکشی که خودمون توی ویدیو تجهیز کردیم که شما هم دیدید توی اول ویدیو، و کود پوسیده دامی اگه در دسترس نبود میتونید ورمی کمپوست استفاده کنید، و درصدی هم خاک باغچه. ما توی بعضی از ترکیب‌های مورد نیازمون کمی سبوس برنج استفاده میکنیم که نیترات بهتری جذب گیاه بشه، اما خب ما انواع بسته‌بندی‌های خاک رو برای شما عزیزان در پیجمون موجود کردیم که برای شما عزیزان با کیفیت بسیار مناسب و قیمت بسیار مقرون به صرفه تهیه کردیم. فقط شما برای ما بگید که چه نوعی از گیاه رو میخواید توی این خاکا بکارید که ما براتون درصد خاک و خود خاک رو ارسال کنیم. کمی قبلتر گفتم که بعد از اینکه پوشال ها رو جدا کنید از سلامت پیاز ها مطمئن میشید. الان ما یک پیاز صدمه دیده داشتیم که شما توی فریم ما مشاهده کردید. هیچگاه پیاز های صدمه دیده رو کنار پیاز های سالم نکارید، چون باعث میشه بقیه هم خراب بشن. یک نکته خیلی مهم که چندین بار تاکید میکنم توی ویدیو به شما، بعد از اینکه پیازها رو کاشید اصلا آبیاری نکنید که پیازها از خواب بیدار بشن. خواب پیازها از اواخر مرداد ماه هست تا تقریبا اوایل مهر ماه یا اواخر شهریور ماه. خواب پیازها بسته به اقلیم شما هست، یعنی اگه اقلیمتون گرمسیری باشه زودتر بیدار میشن، اما اگه اقلیمتون سردسیری باشه دیرتر بیدار میشن. پس دقت داشته باشید اصلا آبیاری نکنید بعد از اینکه پیازها رو کاشتید. باید پیازها و گلدونتون رو ببرید قسمتی که سایه داره، هیچ نور مستقیمی دریافت نمیکنه و اگه بارون اومد هیچ خیس نمیشن و اصلا قسمتی که نگهداری میکنید گرم نباشه، یک جای خنک و عالی باشه. خب حالا این سوال براتون پیش میاد که آقا ما این پیازها رو کاشتیم، کی از خواب بیدار میشن؟ کی آبدهی کنیم؟ آقا اوائل مهر ماه یا اواخر شهریور ماه شما آبیاری اول رو انجام بدید. توی قسمت نکات بیشتر راجع به این مسئله میپردازم. بعد از اینکه آبیاری اول رو انجام دادید، یک قسمتی حالت شخ زدن روی خاک ایجاد کنید که خاک نرم بشه و کم کم جوونه ها بیان بالا. این توضیحات رو چندین بار توی ویدیو میگم چون بسیار مهم هستن. توی قسمت نکات هم دوباره اشاره میکنم بهشون که جلوتر توی ادامه ویدیو مشاهده خواهید کرد. به قسمت نکات خوش اومدید. توی این قسمت میخوام بهتون بایدها و نبایدهای کاشت پیاز زعفران توی گلدان رو بگم. اول از همه قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب بهتون باید بگم که پیج دهکده کو اسپانسر این ویدیو و ارسال کننده بسته پیاز زعفران، علاوه بر فروش پیازهای زعفران مشاورهایی هم انجام میدن در خصوص کاشت زعفران در زمینها و گلخانه ها. پس حتما به پیجشون سر بزنید. در ادامه میخوام یه سری نکات رو بهتون بگم. دوستان عزیز دقت داشته باشید، بعد از اینکه پیازها رو کاشتید در زمان خواب پیازها لطفاً آبیاری انجام ندید و در قسمتی که سایه هست پیازها رو جایگذاری کنید و اصلا نذارید نور مستقیم دریافت کنید، جای خنکی هم باشه اصلا گرم نباشه. بعد از اینکه پیازها از خواب بلند شدن تقریباً جایی که سردسیر هستن اواخر شهریور ماه شروع می‌کنید به آبیاری اول، و جایی که گرمسیری هستن آبیاری اول رو در اواسط مهر ماه یا اواخر مهر ماه انجام میدید که حتما توی آبیاری اول با کود پتاس بالا پیازهای زعفران رو آبیاری کنید که گیاهان شروع کنن به پروسه آبیاری. دو سه روز بعد از اینکه آبیاری اول گذشته شد تقریبا 3-4 سانت نهایی خاک که صفر میشه رو کلن حالت شخ زدنی میزنید که خاک نرم بشه که جوانه های پیاز زعفران به راحتی رشد کنه. خب حالا میرسیم به 2 هفته بعد از اینکه پیاز زعفرانتون گلدهی کرد. دقت داشته باشید 2 هفته بعد از گلدهی با کود عزوت بالا پیازهای زعفرانمون رو آبدهی میکنیم. یا اگه دسترسی به کود عزوت بالا نداشتید میتونید از کود سرویس هم استفاده کنید. دقت داشته باشید که تمامی این کودها در پیج موسرز موجود هستن، چه از عزوت بالا، چه پتاس بالا، چه سولوپتاس و انواع دیگه کودها، انواع شرکت ها و کودهایی که بر پایه‌های نیترات و غیره هستن همه موجود هستن. میتونید از ما تهیه کنید اگه این کودها رو نیاز داشتید، که الان میخواستم بگم که چه کار باید کنید. 2 هفته که گذشت کود عزوت بالا میدید یا کود سلیس معمولی؟
آبیایی کودکی سوم هم اسفند ماه انجام میشه که میتونید از کود سویست استفاده کنید و گیاهتون رو سرحال میکنه و کودکی و آبیاری آخر که در فروردین یا اردیبهشت انجام میشه اختیاری است. آبیاری آخر هم مثل بقیه آبیاری ها بستگی داره به اقلیم شما که میتونه فروردین یا اردیبهشت انجام میشه. دوستان عزیز حتما دقت داشته باشید. فصل تابستان از اواخر مرداد تا اواخر شهریور یا اوایل مهر ماه کلن پیاز زعفران خواب هست و این مواقع اصلا نباید آبیاری بشه پیاز. بهتون چندین بار گفتم توی طول ویدیو، پس دقت داشته باشید آبیاری نکنید از اواخر مرداد تا اوایل شهریور ماه یا اواخر مهر ماه یا اواسط مهر ماه. اینا همه بستگی داره به اقلیم شما و چون باعث همون مریضی ها، گندیدگی ها و پوسیدگی و کنه و غیره و غیره بشه. و حتما دقت داشته باشید هر وقتی که خواست بارون بیاد توی فضای نگهش دارید که آب نخوره بهش، اصلا توی جایی باشه که وقتی که آبیاری کردید خودتون تقریبا 6 تا 8 ساعت نور بخوره که این پروسش انجام بشه. خب این هم نکات کاشت پیاز زعفران که مرحله به مرحله و نکته به نکته جدا شده و تشریح شده برای شما عزیزان توضیح دادیم که در چند مرحله کودهی انجام میشه بنا به چه اقلیمی، چه گرمسیر، چه سردسیر. توضیح دادیم کاملا. خیلی ممنونیم از اسپانسر این ویدیو پیج دهکده کو که برای ما پیاز زعفران فرستادن. علاوه بر فروش پیاز زعفران برای کاشت گلدان و گلخانه و زمین‌های کشاورزی برای کسانی که میخوان این کار رو ادامه بدن مشاوره هم انجام میدن و خیلی خوب هم این کار رو انجام میدن و تمامی این نکات رو ایشون دست بندی کردن و برای ما ارسال کردن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید، سیو کنید، برای دوستانتون ارسال کنید. منتظر کامنت ها و نظرات فوق‌العاده‌تون هستم. توی پست بعدی که موضوع بعدی ما هست راجع به محصولات دیگه، لطفاً ما رو همراهی کنید که بهتر کنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار. جهان با موم سبز است. کانال موم سبز رو لطفاً سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و ویدیو رو لایک کن و پیج موم سبز رو در اینستاگرام دنبال کن.